مهمان داریم. به به، چه مهمان عزیزی، چه مهمان دوست داشتنی. سالهای سال با بازیهای درخشان ایشون، چهره مهربان ایشون و صمیمیت ایشون در بازی و سریال ها و فیلم های سینمایی خاطره داریم. سرکار خانم مهرانه مهین ترابی، خوش آمدید. خیلی خوش آمدین. خیلی خوش آمدین. افتخار دادین امشب کنار ما هستین. اگر سلامی هست بفرمایید. ممنونم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضار محترم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و در خدمت جناب مدیری. خیلی ممنونم از لطفتون. انقدر شما دوست داشتنی هستین، انقدر مردم شما رو دوست دارن و انقدر بازی‌های شما در خاطر همه یه مردم هست که حد نداره. خواهش میکنم، محبت شما. و چه خوب که امشب با هم گفتگو میکنیم، چون میدونم خیلی کم اهل گفتگو هستیم. من کلن یه مشکل بزرگ دارم، کم حرف میزنم. کلن کم حرف میزنم. این یک عادت خیلی شخصی از سالیان، یا کلن معتقدید که هرچی گفتگو و مصاحبه آدم بکنه بهتره؟ یعنی راجب حرفه، منظورم اینه که این یه عادت همیشگی کم حرفی، یا از مصاحبه پرهیز میکنید؟ نمیدونم، فکر میکنم که مصاحبه کردن رو دوست ندارم، چون نمیدونم اصلا فایدش چیه کلن. اما تو زندگی خصوصی خودم، من چون تنها زندگی میکنم، یه دفعه میبینیم مثلا 5 روزه حتی یه کلمه هم حرف نزدم و با این مشکلی ندارم. چقدر خوب. آره، کلن سکوت رو دوست دارین. در واقع یه جورایی به هم تحمیل شده این سکوت. در واقع یه جوری به هم تحمیل شده، اما دلخورم نیستم ازش. خیلی هم آره. خیلی هم عالی. خیلی وقته که کم پیدایین، کم کارترین. آره، هم سنم رفته بالا، همینم که به هر حال بعد از سالها تجربه و اینا، نمیدونم، اون چیزی که آدمو بخواد راضی بکنه توی کارا کمتر هست دیگه. یعنی کمتر کارهایی که پیشنهاد میشه رو دوست دارین؟ دوست دارم. لحاظ فیلمنامه؟ بله بله. یا دقیقاً کارگردان؟ آره دقیقاً. خب چه کنیم ما چه گناهی کردیم؟ یعنی مردم خب دوست دارن به هر حال شما رو ببینن و نمیدونم، دوست دارین این شرایط رو یعنی یا نه؟ نه، منم واقعا دلم میخواد کار کنم، منتها دلم میخواد کاری باشه که احساس خوبی داشته باشم، راضی باشم خودم. چون وقتی که اون رضایت هست، اون پروسه‌ای که اتفاق میفته راضی کننده است، تماشاچی ازش لذت میبره. بله. وقتی خودتون مثلا، حالا به هر حال یه جوری 50-50 و بله، زیاد با رضایت بله کامل نیست، من فکر میکنم همون منعکس میشه به تماشاچی. کاملا. آره، و اونم زیاد راضی نخواهد بود. دلیلش چیه که یعنی معتقدید مثلا فیلمنامه ها ضعیفن یا سریال ها؟ یا بیشتر اینجوری فکر میکنم. آره، فیلمنامه ها واقعا ضعیفن. بعضی وقتا واقعا کارهایی که به دست من میرسه مثلا 5 صفحه شو میخونم و بهشون میگم نه. میدونی، یعنی دیگه نمیتونم بیشتر از اون ادامه بدم. بیشتر پیشنهاد سریال دارین یا سینمایی؟ هم سریال هست هم سینمایی هست. مثلا تو سینمایی نقشایی هستش که مثلا به قول معروف چی میگن، تو بافت دراماتیک قصه زیاد تأثیری نداره اون نقشی که به من پیشنهاد شده. فکر میکنم که خب نرم بهتره. توی سریال هم همینطور. سریال هم خب الان خیلی نمیدونم یه جوی داره که خیلی بیشتر به نظر من انرژی منفی به آدم منتقل میکنه تا اینکه حالشون رو بهتر بکنه. من خیلی احساس مسئولیتم زیاده، یعنی فکر میکنم واقعا تماشاچی باید خوشحال باشه از دیدن یه سریال، نه اینکه صرفا فقط کمدی باشه، یه حس خوب داشته باشه. میدونین، به خاطر همین خب سعی میکنم که کمتر اون رو بیشتر خیلی کارا. آره، الان رفته سمت کارهای مرموز و جنایی. آره دقیقاً. اتفاقات و حوادث خیلی شوک آور. آره. و خیلی آره یه ذره آزاردهنده شده. فرمودین سنتون رفته بالا؟ بله. چی شده؟ آره واقعا خب سنم رفته بالا، راستشو میگم. خب چی، چند سالتونه؟ من 63 سالمه. 63 سالشونه. آره خب مینیموم 40 سال دیگه مونده. آره 63 سال که خیلی، نه اینکه اینو نفرمایید.
و مرداد هستیم. بله 21 مرداد. 21 مرداد مردادی ها رو بگید برامون چه جوریه؟ مردادی ها یه آدم میان مثل همه آدم های دیگه، خصوصیات ویژگی های خاص ویژگی خاص خیلی چیزا دربارشون میگن، اما من نمیدونم چرا این چیزا رو میگن. به خود ما یه آدم های ساده بیازار بله؟ علکی خیلی 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 کمالگران مردادی ها شنیدم. به خدا همیشه اینو میگن در مورد مردادی ها کمالگرا. البته که چیز خوبیه. نه همیشه هم زیاد چیز تو این دنیای مادی چجوری میشه دنبال کمال بود؟ نه کمالگرا نیستن. در مورد خودم میگم کمالگرا نه نیستن، اما خب یک مورد سختگیرن نسبت به اون اصولی که دارن، اصول به اصطلاح حالا هرچی که هست، اخلاقی اعتقادی هرچی که هست، یه مقدار سخت گیرن. سخت گیرین؟ آره شما سخت خودتون گیرن. بله یعنی یه خط قرمزهایی دارین؟ دقیقا آره. همیشه خیلی خوب خیلی خوب. از ورودتون به این حرفه برامون بگین. فکر میکنم با فیلم گلبهار بود، گلبهار تصویریش بل. در سال 65 سال 65 والا راستش من خیلی اتفاقی، واقعا خیلی اتفاقی، با یه دونه کلاس آموزش تئاتر آشنا شدم که درس میداد آقای فرامرز صدیقی بله. توی کرج. و خیلی واقعا از سر این که بیکار بودم رفتم توی این کلاس ها، واقعیتش رو میگم. اما بعد از یه مدتی هم علاقه من شدم، هم به طرز عجیب و خیلی خیلی غریبی آقای صدیقی منو تایید کرد واسه این که بله. میتونم بازیگر باشم. بعد آدم هم تمکارن دیگه، میدونین چی میگن؟ بله. جوونم بودم، با خودم فکر کردم که خب حالا ما بریم ادامه بدیم ببینیم چی میشه. بعد ادامه دادم، دیدم دانشکده هم قبول شدم. بعد گفتم حالا بذار برم بخونم ببینم چی میشه. بعد دیگه سر از جلو دوربین و صحنه تئاتر رو این چیزا دارم. با هنرهای زیبا خوندین همین هنرهای زیبا رو. البته من قبولی دراماتیکم، منتها بعد از انقلاب فرهنگی ادغام شدیم تو بچهای به اصطلاح هنرهای زیبا. ورودتون در واقع همین اولین کار چند سالگی بود؟ سال 65 من 29 سالم بوده. 29 سال. قبلش چه می‌کردین؟ اساساً مشغول به مثلا تئاتر بودین یا نه اصلا؟ آره من سالها تئاتر کار کردم، سالها تئاتر کار کردم. اما کلاً من همون موقعی که رفتم برای به اصطلاح همین کلاس‌های آقای فرامرز صدیقی، در واقع قبلش یه دوره دو ساله ارزیابی گذرونده بودم و ارزیاب گمرک بودم و مشغول به کار بودم. یعنی من در حالی که وقتی رفتم دانشکده شبا توی سالن فرودگاه مهرآباد کار میکردم و روزا میامدم میرفتم درس میخوندم. دیگه حالا شما فکر بکنید من چقدر زحمت کشیدم. آره خداییش واقعا. یعنی واقعا بعضی وقتا یاد اون روزا که میافتم میبینم که آدم پررویی بودم خداییش، چون خیلی سخت بود که 12 ساعت واقعا یه تیک بله. از 8 شب تا 8 صبح ما وامیستادیم و اون موقع هم خیلی شلوغ بود، خیلی زیاد وامیستادیم، مثلا با مسافرها سر و کله میزدیم و کاری که باید میکردیم و میکردیم. و صبح ساعت 8 من میومدم میرفتم آب سردار مثلا دانشکده هنرهای دراماتیک میشستم سر کلاس ها. یه خود آره زحمت کشیدم. آره بله. آره یه خود بله. زحمت کشیدم. بله سینما و تئاتر براتون اولویتی دارن؟ بله من سالها چون از زیاد از شهرت آنچنان خوشم نمی اومد سالها تئاتر کار میکردم و راضی بودم و دوست داشتم. اما وقتی که اولین سریال تلویزیونیمو کار کردم دیگه نتونستم از تلویزیون خودم بکشم بیرون. بله، میدونین بله. یعنی در واقع گرفتار تلویزیون. خیلی پرکار بودی. آره بله. کارهای مداوم پشت سر هم شدم و به اصطلاح فکرم هم این بود که به هر حال تلویزیون مخاطب بیشتری داره بله. و حس این که دارم واسه یه تعداد آدم بیشتری کار میکنم این واسه هم حس خوبی بود. بسیار عالی. کلن میتونید بگید که چند تا فیلم و سریال کار کردید؟ نه اصلا نمیتونم بگم، اصلا نشمردم و نمیدونم از تعدادش خبر ندارم. یه باری در صحبت شد در دوره همی راجع به ازدواجتون. آره که بعد این پخش شد. آره من گفتم بله جوونی کردم من گفتم فکر میکنم ازدواج کردن.
نه در حالی که به طور طبیعی آره دیگه، یه آدمی یه زن 63 ساله باید ازدواج کرده باشه، اما من ازدواج نکردم هیچ وقت. نه هیچ وقت. خب چی شد؟ ول راستش همون قصه که گفتین شما مردادی ها سخت گیرن، الان بهتون گفتم من خیلی آدم سخت گیریم، خیلی زیاد، و اون باعث شد که واقعا هیچ وقت مرد دلخواهم رو پیدا نکنم. راست و حسینیش پیدا نکردم دیگه، نه اینکه دلم نخواد ازدواج کنم، دلم میخواست اما پیدا نکردم. حالا عیبی نداره، این همه گشتم پیدا کردن یه نفر پیدا نکنه چی میشه؟ نه؟ خب این از این توقع یکم برامون بگین که من هیچ توقع عجیب غریبی چی باید می بوده که مورد پسند واقع شد؟ نه میدونین چی، من هیچ وقت به خدا توقع عجیب غریبی نداشتم، به لحاظ مثلا موقعیت اجتماعی، به لحاظ شغل، به لحاظ درآمد نه، اما یه سری اصول توی فکرم هست که اونا رو نمیتونستم کوتاه بیام دیگه، چیکار کنم، سخت گیرم دیگه. از اون اصول نمیخواین برامون بگی؟ فکر نکنم توی برنامه شما بگنجه، میدونین چی زیاده میدن؟ یعنی نه نه زیاد نیست، شاید مناسبه آه. الان این جمع نیست که مثلا حالا من از اصول اعتقادیم بگم، نمیدونم آه. از اینکه مثلا چه تعریفی کلن اینا خیلی مهمه ها. بله، البته قصه بله. قصه پیچیده ایه. بله. چون یه موقع است که شما مثلا جنس مخالفتون رو میتونید توی یه دونه خط نوشته تعریف بکنید. بله. مثلا بگین که یه دونه دختر، به فرض یه مرد بگه که یه دختری اگر اینقدر زیبایی داشته باشه اوکیه، مثلا همسر دلخواه منه. خب اما برای من مرد یک معنایی ورای این تعریف های معمولی داشته. مثلا میگم من اگر از کسی دروغ بشنوم دیگه اون آدم برای من تموم میشه. اگر از کسی مثلا ضعف ببینم توی دفاع از اون چیزی که به نظر من حق میاد، اون برای من دیگه اون معنا رو از دست میده. میدونی چی میگم؟ یعنی قصه یه کمی تو ذهن من نمیدونم چرا پیچیده شده بود. یعنی اصولا من ایش وقت آدم اینقدر سطحی البته چقدر حرف قشنگی نمیزنم، آدم نه منظورم اینه که به سطح روابط زیاد برام بل. مهم نبوده. بل. یه جوری عمق انسانها، عمق به اصطلاح وجودشون خیلی برام مهمتر از سطح بوده، به خاطر همین نتونستم پیدا نکردم کسی رو، با این تنها موندم. با این دید طبیعیه. آره آره سخت میشه. آره سخت واقعا میشه. سخت میشه. بسیار عالی. یه جایی گفته بودین که خیلی سوالهای زیادی همیشه در ذهن شما هست. آره. و همواره اونها رو جستجو میکنین و این همچنان ادامه داره، یا میتونید راجبش مثلا یه چیزی بگین که ببینین قصه اینجاست که نمیدونم اصلا چرا آدم ها اینجوری میشن. میدونین چی میگم؟ یه بچه ممکنه که مثلا شما بیاد پیش شما، شما یه دونه توپ بهش بدین خیلی راضی باشه و بره. مثلا یه دختر جوون رو ممکنه مثلا یه دست لباس شیک براش بخرین خیلی راضی باشه و به اصطلاح فکر کنه که اوه چقدر من خوشبختم. من خوشبختی با این چیزا تعریف نشد، من برام هستی مهم بود، اینکه کی هستم، چرا اینجا هستم، این دنیا چیه، خدا کیه، خدا کجاست، چرا اینقدر همه چی عجیبه، چرا زندگی اینقدر عجیبه، چرا اینقدر زندگی بزرگه، چرا اینقدر زندگی با شکوهه، این ستاره‌هایی که بالا سر من هستن چی هستن. میدونین همه اینا برای من سوال بوده. بله. و واقعا همیشه عمرم من لذت بردم از دیدن اینا، از فکر کردن به اینا، از اینکه خدا رو جستجو کنم تو قلبم، توی یه برگ گل، نمیدونم توی بله. یه دونه درخت. اینا واقعا برام همیشه سرگرمی همیشه منه و تنها چیزیه که منو به اصطلاح یعنی شریک زندگی منه. درسته. در واقع میدونی این فکرها فکر میکنم اصلا معنای منه، در واقع تعریف منه. و در مورد خیلی از اینها به جواب رسیدین؟ فقط فهمیدم که با فکر کردن نمیشه به جواب اینا رسید، باید خودتو رها کنی، باید سکوت کنی، باید ذهنت رو آروم کنی و باید یکی بشی با اینا تا بفهمی معنیشونو. اینو فهمیدم. درست. و
حالا ایشالله اگر خدا عمری بذاره از این به بعد از این قصه لذت خواهم برد. چقدر عالی، بسیار خوب. بله، انقدر پهناور و وسیع و بی انتهاست این جور مسائل و مفاهیم که 72 سال عمر کردم، شب و روز معلومم شد که هیچ معلوم نشد. آفرین. یعنی تهش باز ذره‌ای هستیم که نمیفهمیم چه خبر. دقیقاً. کاری هست که دلتون میخواسته همیشه انجام بدین و هنوز موفق به انجامش نشده باشین؟ نه. هیچ وقت. من با هر چیزی که تو زندگیم پیش اومده من باهاش آشتی بودم، باهاش کنار اومدم. نه، هیچ وقت هیچ آرزوی آنچنانی نداشتم. شما باور نمیکنین. اصلا بعضی وقتا نمیتونم، به نظرم میاد آدم تنبلیم مثلا که آرزو ندارم. بعد میرم میبینم خب ندارم، زور که نیست. میدونی زور که نیست، ندارم واقعا. هیچی، من از بودن خودم خیلی راضیم، از اینکه هستم. شما باور نمیکنی من شاید تا حالا 10 میلیون بار، نه شاید کمه، 10 میلیون بار، هزاران میلیون بار از خدا تشکر کردم. گفتم خدایا مرسی که منو به دنیا آوردی. همین بودن، این بودن همه چیزه. بله، میدونین؟ بله. چیزی لازم نیست بهش اضافه بشه. من آرزویی بکنم، هدفی بذارم برای خودم. نه اینکه بگم هدف نباید گذاشت. جوونا این از این حرف من بول نگیرن. یعنی واقعا باید هدف داشت توی زندگی. اما همین بودن خودش بسیار 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 پرارزش و زیباست. برای من خیلی راضی کننده است. بسیار عالی. بسیار عالی. آدم اهل مشورتی هستین در زندگی؟ مشورت آدمایی میکنن که میخوان کارهای بزرگ بکنن. من همه کارام کوچولوئه، مثل همه قدمایی که تو زندگی آدم تو روز برمیداره. یعنی تا حالا شده از مشورت نکردن لطمه ببینید؟ نه. بازم لطمه رو آدمایی میخورن که مثلا پول گنده دارن، موقعیت‌های گنده دارن. چی ندارم که بخوام. آره، اینقدر رواست شخصیت شما. آره، اصلا چیزی ندارم که بخوام بابتش لطمه بخورم. اتفاقا این رازش از زندگیه. بله، میدونین. بله. یه مسئله داره حضرت مولانا، خیلی زیباست، میگه برای این که تیرایی که زندگی میزنه بهت نخوره هم سطح خاک باش. بله. میدونین، یعنی وقتی که هم سطح خاکی واقعا هدف هیچ تیری قرار نمیگیری. درسته. کدوم تیر؟ میدونی نه اهل ماجراجویی ام، نه هیچی. برای همین نه چیز بزرگی تو زندگیم دارم، نه مال و اموال آنچنانی دارم. اون وقت از کجا لطمه بخورم؟ من زرنگم. بله. من زرنگم. شخصیت دوست داشتنیتون زنده باشه. نتیجه این تفکره، این نوع زندگیه و این منتقل میشه به مردم، به بیننده. میدونین این حس و این انرژی رها که چقدر جذابه و چقدر خوبه، آدم ها میگیرن و برای همینه که شما رو خیلی دوست میدارن، خیلی لطف دارن. و شاید هم یه جوری این از دل من میاد به دل مردم میشینه، چون من واقعا مردم رو دوست دارم. واقعا شما باور نمیکنین اگر یه اتفاقی میفته که مردم ناراحت میشن یا توی موقعیت چیزی قرار میگیرن، من هیچ کارم اما خجالت میکشم. میدونین؟ یعنی خجالت میکشم، معذب میشم. دلم میخواست که مثلا اون موقعیت نبود. دلم میخواست مثلا مردم خوب بودن، راحت بودن، من میتونستم خنده هاشون رو ببینم. و این واقعا اینجوریه، واقعا از سر دلم دوست دارم مردم. چقدر عالی. و همچنین سریال خانه سبز که خیلی یادگاری جذابی بود به همراه زنده یاد خسرو جان شکیبایی، روحش شاد. و تمام اون بازیگرها و اصلا اون مجموعه خیلی مجموعه دوست داشتنی بود و مردم خیلی دوست داشتن. یکم از اون برامون بگین که خودتون هم به همین اندازه دوست داشتین اون کار رو. و بلا از اون دو تا مجموعه کارهایی که من کردم، همسران و خانه سبز، همسران اولین تجربه من با آقای بیژن بیرنگ بود و خیلی من توش هیجان داشتم، خداییش. یعنی خیلی برام
یه پروسه بسیار شیرین و زیبا و خلاق و اولین باری بود که یه کاری همزمان با ضبط شدن پخش میشد و ما فیدبک تماشاچی رو میگرفتیم. خیلی من هیجان داشتم بابتش و خیلی راضی کننده بود میدونید، برای اینکه هم میدیدیم مردم رو خوشحال کردیم، هم به هر حال توش وسطش درسایی از عشق و مهربانی و همبستگی و آشتی و صلح و اینا بهشون دادیم. خیلی 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 منو راضی میکرد و همینطور تو ادامهش خانه سبز. بله. منتها متاسفانه خب خانه سبز ما نتونستیم ادامه بدیم به سبب به اصطلاح اتفاقایی که افتاد، منتها اونم توی مردم خیلی تاثیر خوبی داشت. حرفای قشنگی میزدیم، حرفایی از جنس صلح و آشتی و دوست داشتن و وفادار بودن و با هم بودن و اتحاد. و این به خاطر همین من فکر میکنم خاطره شده، چون روح آدم ها واقعا این چیزا رو میپسنده. روح آدم ها زیبایی رو میخواد، صلح رو میخواد، آرامش رو میخواد، خاطر آسوده میخواد، میدونین اینا رو میخواد. و چون حرف از اون جنس بود همه جذبش کردن، همه بهش به اصطلاح تمایل نشون دادن و ما خیلی خوشحال بودیم که اون مجموعه رو داریم کار میکنیم و واقعا خوش به حال من. بله واقعا مدتی میشنویم که آقای فردوس کاویانی متاسفانه حالا مریض حالن و سخته براشون و اینجا آرزو میکنم که به هر حال یاد میکنیم ازشون به عنوان یک هنرپیشه درجه یکی که این همه سال فعالیت کردن. امیدواریم که سلامتی به ایشون برگرده و روز به روز حالشون بهتر انشالله. باشه و انشالله. همیشه باشن انشالله. بله. نقش‌های خاصی تو ذهنتون بود که دلتون میخواست بهتون پیشنهاد بدن یا خودتون رو میسپردید به دست اتفاقات و آنچه که پیش میاد؟ یعنی همیشه نقشایی بوده که دوست داشتین بازی کنین و شاید حالا یا اتفاق افتاده یا نیفتاده براتون؟ بلا نقشای خاص ببینین آدم ما، مخصوصا من که میگم تو اون سن و سال اومدم و رفتم دانشگاه و چیز، آدم یه رویایی تو سرشه. بله. یه رویای بزرگ، یک رویای بزرگ میدونین. مثلا شما فکر میکنین که میرین مثلا شکسپیر اجرا میکنین. بله. میدونین چی میگم؟ مثلا لیدی مکبس رو اجرا میکنی و به مردم میفهمونی که چقدر بد بدجنس بودن، مثلا چقدر بد قدرت طلبی، یا من قدرت بازیم رو نشون بدم. آره. حتی از این زاویه شو گفتم شکسپیر. یه چیزی رو بهتون بگم، من فکر نمیدونم چه سالی اینو یادم نیست، اما یه اجرا از آقای مدیری دیدم روی صحنه تئاتر، اجرای هملت. بله. برادر اوفیلیا رو بازی میکردن و من یادمه توی تئاتر شهر. بله. که اینقدر ایشون کارشون فوق‌العاده بود، نمیشناختمشون اون موقع به عنوان این آقای مدیری که الان میشناسیم، نمیشناختمشون، خیلی جوان بودن، سال هفتاد اینقدر زیبا این نقش رو اجرا کردن. من چون خودم به ادبیات شکسپیری خیلی حساسم و خیلی برام مهمه، یعنی واقعا باور ندارم که هر کسی میتونه. بله. شکسپیر رو کار بکنه. اصلا همطور موندم، واو این جوون کیه، این کی؟ بروشور نگاه کردم که آره مهران مدیری، گفتم وای چقدر عالیه این، چقدر خوب درک کرده به خدا. یعنی اینقدر برام جذاب بود اون کار. شما فوق‌العاده بودین روی صحنه و من تعجب میکنم چرا ادامه ندادین، دلتون نمیخواست واقعا؟ قبل از اون خیلی تئاتر زیاد کار کردم، ولی از سال 72 بعد از حملت یه دونه کار دیگه کردم در تالار مولوی که دیگه وارد رادیو و تلویزیون شدم و دیگه نشد. گیر افتادید. گیر افتادید. حیف. چون واقعا یکی از بهترین، من اون نمایش رو یادمه. بله. اما واقعا میگم من اصلا به هیچ عنوان، چون به شدت از دروغ بدم میاد. بله. به هیچ عنوان تعارفی با کسی ندارم، اما یکی از فهمیده شده ترین نقش های شکسپیری رو که من دیدم تو عمرم، که البته بسیار محدود بوده اجراهای شکسپیر اینجا، نقشی بود که شما بازی کردین. واقعا متشکرم. خیلی ممنون از لطفتون. خیلی متشکرم. و خب بخش عمده ای از این رو من مدیون استادم دکتر قطب‌الدین صادقی، چون ایشون در
اصلا شوخی نداره. دقیقاً. به شدت سختگیر، گاهی هم با اون شمشیرا ما رو میزد. سیاه و کبود می‌شد. آره. و انقدر ایشون فوق‌العاده است در تدریس و در درآوردن لحظه ها و در بیان گرفتن بیان و بدن که حد نداره. خیلیش مدیون به هر حال استادی ایشونه. خیلی ممنون از لطفتون که راجع به هملت گفتید. عصبانی میشید؟ آره، وقتی هم عصبانی میشم اصلا بنفش میشم آقا. یا خدا. آره. و بعد از اینکه بنفش شدید چی میشه؟ بعد اینکه بنفش شدم خب سر عقل میگم، خب این خورده که فروکش میکنه اوکی. یعنی خیلی واکنش های بیرونی نداره که مثلا کسی صدمه ببینه؟ نه اونجوری نیستم، اما چرا عصبانی میشم. آره خیلی خوب. چند تا سوال بپرسم با بله یا خیر چشم. اگه عصبانی نیستین همه چی خوب. خوبه. تا حالا دلتون خواسته جای کسی دیگری بودین؟ هرگز. هیچ وقت. دوست دارین به گذشته برگردین و چیزی رو تغییر بدین یا چیزی رو از زندگیتون پاک کنین؟ نه. تا حالا حسادت کردین به کسی؟ حسادت نکردم. نه. میدونین منتقد شرایط ناعادلانه برای کسانی که حقشون نبوده بودم، اما حسادت نکردم. نه. تا حالا حقتون رو خوردن؟ حتما. و حتما حق کسی رو ضایع نکردین تا حالا؟ تا اونجا که تونستم نه. نه. آدم صبوری هستین؟ صبر خیلی صفت زیباییه. بله. من کم ازش بهره دارم متاسفانه. دارم رو خودم کار میکنم. صبوری رو خیلی دوست دارم. آدمای صبور رو خیلی دوست دارم. خیلی صفت بزرگیه. بله. صفت بسیار زیباییه. بله. به آینده امیدوارین؟ آینده چی هست؟ آینده روزهای پیش رو در کشورمون، در شرایطی که داریم. همیشه خوشبینین؟ امیدوارم که خوشبینی من واقعی باشه. میدونین چی میگم؟ بله. یعنی من همیشه به انسان معتقدم، یعنی ایمان دارم به انسان، به ذات پاک انسان. بله. به این شعار منه. منتها امیدوارم که همه چی هم دست به دست هم بده و اون ذات پاک زیبای ایزدی بیاد بالا. دارد. رو بشه و این دنیا گلستان بشه. انشالله. و اهل ریسک هستین؟ ابدا. اصلا؟ سحرخیزین؟ خیلی زیاد. من 4 صبح معمولا بیدارم. به به، چقدر خوب. آره. چقدر خوب. من 4 صبح میخوابین. میرم آماده میشم که بخوابم. آره. 5:30. به عشق در یک نگاه اعتقاد دارین؟ به جذبه در یک نگاه اعتقاد دارم، اما عشق نه. چه پاسخ خوبی بود. و هیچ وقت از شهرتتون سوء استفاده کردین؟ خدا نکنه که این کار کرده باشم. این کار یه کمی اصلا من از منتقدین این قصه هستم. میدونیم ما تو دنیای زندگی میکنیم که یه سری ارزش ها رو خودمون به وجود آوردیم، آدم ها به وجود آوردن. بله. یه سری حساب کتاب ها، یه سری نمیدونم احترام های بی جا و به جا و فلان، میدونی چی میگم؟ اینا رو دوست ندارم. من فکر میکنم ما باید بریم ورای این سیستمی که خودمون درست کردیم. وقتی بریم اونجا شاید بتونیم آرامش رو پیدا کنیم. خیلی چیزا رو من نمیپسندم. بله. به مثلا به این چیزایی که مثلا میگم، یه چیزی توی این دنیا هست به اسم برندسازی. بله. میدونی چی میگم؟ بله. یارو کلی پول خرج میکنه، کلی فلان میکنه که محصولی رو که به فرض میگم 1 تومن میارزه بفروشه 100 تومن. درست. و دیگران فکر کنن داشتن اون یه افتخاره، داشتن اون یه چیزی بهشون اضافه میکنه. این اشتباهه. و من چون آگاهم به این قصه نمیرم دنبالش، میدونی؟ درست. و من واقعا هیچ وقت نخواستم از
از موقعیت خودم استفاده کنم. اتفاقا چند وقت پیش یه دفترخونه کار داشتم من، ماسک داریم دیگه، بله. ماسک زده بودیم، رفتم تو پرسیدم که مثلا فلان کار اینجا انجام میدین، گفتن آره، بفرمایید بیرون تو راپله منتظر باشین. گفتم چشم. اومدم بیرون تو راپله وایسادم، یه چیزی بوده مثلا فکر کنم یه رو 20 دقیقه بعد که دوباره گفتن نوبتت، بیا برو تو، از صدای من، هنوزم ماسک داشتم، از صدای من منو شناخت. این آقا اومد کلی عذرخواهی که خان تو رابطه رو خدا ببخشینا، من نفهمیدم شما این، گفتم چه کار بدی کردی مگه تو؟ خب قرار بود بیرون وایسیم به خاطر کرونا، خب منم رفتم بیرون وایسیدم. نه آخه اگه من میدونستم شما این، مثلا میگفتم بیا تو بشین، گفتم نه هیچ ایرادی نداره، منم اصلا ناراحت نیستم. میدونین نباید این کارو، خودمون نباید این استفاده های این محبت مردم همیشه هست، همیشه هست. ولی خب خیلی ها گاهی از این شهرت سوء استفاده. آره، سوء استفاده. من اونو دوست ندارم خداییش، به خاطر همینم زیاد توی مردم در نمیام بیرون، میدونین زیاد بیرون نمیام، زیاد خودمو در معرض دید قرار نمیدم. بله. اهل فضای مجازی نیستین یا هستین؟ مثلا اینستاگرام و اینا نه ندارم، اما چند تا کانال دارم که لازمه داشته باشم چون مطالبشو دوست دارم و باید ببینم، اما اون چیزای اینستاگرام و اینا نه. نه نه. معتقدین بیشتر ضرره یا حسن این تکنولوژی که سال هاست باب شده؟ و ببینید این مثل یک شمشیر دو لبه است دیگه، میدونین، یعنی میشه ازش استفاده کرد و در جهت اطلاع جامعه، در جهت روشنگری، در جهت به اصطلاح به قول معروف تنویر افکار استفاده بشه. داره. میشه که ازش سوء استفاده بشه دیگه، بستگی به اون شخص داره. شخص داره. بله. هنرمندان به نظرتون برای تاثیرگذاری، اولا به تاثیرگذاری اعتقاد دارین در مورد آرتیست ها و هنرمندان، و نظرتون راجع به تاثیرگذاری هنرمندان بر جامعه چیه؟ به هیچ عنوان به تاثیرگذاری اعتقادی ندارم. نداری. به هیچ عنوان. الان شما فکرش بکنین تو دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، این چیزی رو که ما اسمشو میذاریم هنر، به اسم سینما، به اسم تلویزیون، به اسم هر گونه هنری، از نقاشی هر چیزی رو که بگین، فراوانتر از هر دوره‌ای هست آیا یا نیست؟ فراوانتر از هر دوره‌ای داره فیلم سینمایی تولید میشه. بله. نمیدونم کارهای تلویزیونی، این همه دنیای مجازی، همه چی، یعنی از سر در و دیوار داره میباره دیگه. درست. پس چرا آدم‌ها اینقدر حالشون بیشتر بدتره؟ یعنی بیشتر بده حالشون. چرا؟ برای که اینا واقعا تأثیری نداره. میدونی منظورم چیه؟ ببینید من به ذات هنر وقتی که واقعا از واقعیت آدم ها برمیاد به تأثیر اون اعتقاد دارم، اما به هیچ عنوان به اون چیزی که ادای هنره و ظاهر قصه است و چیزی که از دو تا چهار تای ذهن میاد، به هیچ عنوان اعتقاد ندارم. اینم از همون سیستم ارزشیه که ما خودمون برای خودمون درست کردیم. چه تحلیل خوبی. آره، یعنی واقعا شما فکرش بکنیم ما خودمون میاریم یه کسی رو میکنیم هنرپیشه سینما، اوکی میدیم بهش و تاییدش میکنیم، بعد فردا اون میره بالا، از این بالا به من و شما نگاه میکنه، ما میریم فالوورش میشیم، بعد خودمون چرا نباید فکر کنیم؟ ما بله. چرا خودمون فکر نمی کنیم؟ ما چرا از این اختیاری که داریم خودمون استفاده نمی کنیم؟ ما چه احتیاجی به دیگری داریم؟ ما چه میدونیم؟ من حرفم اینه که معذرت میخوام، فکر کنم دوباره خیلی جدی شدم. راحت باشیم. من فکر میکنم که واقعا ما هممون، هر انسانی یک دنیای کامله. بله. یک دنیای کامله، بیشتر از هر چیزی که، هر جذابیتی که تو این جهان هست، از هنرپیشه و نمیدونم خواننده و نمیدونم ورزشکار و دنیای این مدلیا، دنیای سلبریتیا به قول معروف، زیباتر و قشنگترش تو وجود ماست. ما باید بریم تو وجود خودمون دنبال این چیزا بگردیم. ده. یعنی این ارزش ها رو پیدا کنیم. هر انسانی یک دنیای منحصر به فرده که اول باید خودش رو کشف بکنه بدون اینکه هیچ احتیاجی به کسی داشته باشه. من خودم شخصا به هیچ چیزی تو این جهان احتیاج ندارم و واقعا میگم اینوها. الان جز سوالایی که شما بر من مطرح میکنین، احتمالا یکیش اینه که مثلا کدوم هنرپیشه رو ستایش میکنی؟ من هیچ کس رو ستایش نمیکنم. من بودن خودم رو ستایش میکنم. بودن خودم نه به عنوان مهرانه من تو را بی بازیگر، بودن خودم رو به عنوان بنده خدا،
میدونین؟ بله. این برام از هر چیزی جذابتره. ما چرا نگاه نمی‌کنیم؟ چرا نگاه نمی‌کنیم به هر کدوم از ما؟ واسه این کهکشان یه سلبریتی هستیم. واقعا میگم اینو. هر کدوم از ما یک سلبریتی هستیم. چرا اینو یادمون میره؟ چرا اینو یادمون میره؟ بارها الان تو همین سالهای اخیر شما الان نگاه کنین چقدر از این سلبریتی ها که نمیدونم 10 میلیون، 20 میلیون، 100 میلیون فالوور دارن، یه دفعه مثلا یه دونه پرمنده مثلا یه شبه نابود میشن میرن، خیانت ازشون میاد بیرون. آره. منی که رفتم به اون چسبیدم به عنوان یه کسی که داره به من انرژی میده، مثلا تبدیلش کردم به یه بوت، آیا یک شبه همراه اون منم باید نابود بشم؟ چرا این کارو میکنیم اصلا؟ چرا باید این کارو بکنیم؟ هیچ کس، من واقعا متاسف میشم وقتی که میبینم یه آدم بزرگی توی دنیای بیرونی یا تو دنیای مادی، یه آدمی که ظاهرا بادش کردیم، بزرگش کردیم، یه دفعه یه سوزن بهش میخوره میترکه و یه کلی جوونا ناامید میشن. ببین اینا همش خود رو در معرض خطر قرار دادنه. درسته. خودمون رو در معرض خطر قرار میدیم. چرا این کار رو بکنم؟ نه، من اومدم یک عمر محدودی دارم، یک شروع و یک پایانی. بهترین کار اینه که من خودم رو کشف بکنم، اصلا بفهمم کی هستم، چی هستم، زیبایی های خودم و استعداد خودم رو کشف بکنم تا برم یک کسی دیگر رو ستایش بکنم. کی این؟ این کیه؟ یه کاری کرده، اوکی، کارش خوبه، اوکی، باشه، خیلی عالی، اما تو تویی، من منم. بله. من برم خودم رو کشف بکنم. من اصلا به هیچ عنوان این چیزها رو اعتقاد ندارم. برای همین اصلا این قصه فالوئر دیگه نمیخوام تو اون قصه برم که خیلی قصه عجیب غریب و پیچیده ای شده. بله. و بعض وقت آدم واقعا متاسف میشه. چه خوب شد که من این سوال رو پرسیدم و این تحلیل دوست داشتنی و زیبا رو از شما شنیدیم. چقدر خوب، خیلی ممنون. شاید این سوال هم در ادامه همین موضوع باشه که نسل دیروز و امروز تفاوت‌هاشون احتمالاً عمده‌ترینش در همین موضوعی است که فرمودین. بله. ببینین تو نسل ما، من خودم رو میگم، توی دهه مثلا ما دهه 30 میشیم، 40 میشیم، 36 هم من، 30 و 40. آره، اون موقع ببینین خیلی قصه ها فرق میکنه. ما تو خونمون تلفن نداشتیم، باور نمی‌کنی آقا، ما می‌رفتیم سر خیابون امیریه تو کرج، یه دونه از این چی میگن اداره تلفن بود، بعد از اینا که صدا می‌کنن تو کابین بیاین زنگ بزنین. بله. می‌رفتیم منتظر می‌شستیم، مثلا می‌خواستیم به تهران زنگ بزنیم، اونجوری زنگ می‌زدیم. بله. یعنی این ارتباط‌ها انسانی بود. من با دوستم به چشاش نگاه می‌کردم و ارتباط داشتم، نه که از این شکلک‌ها براش بفرستم تا حسمو بهش بگم، میدونین؟ بله، کاملا. رابطه ها واقعا میگم، رابطه ها خیلی واقعی بود، خیلی خیلی واقعی و خیلی ملموس، خیلی درست. بله. تمام خاطرات زیبایی که من از دوران دبیرستانم، دبستانم، همه دارم الان همینطور به اصطلاح برام هستن، مثل یه گنجینه بزرگ. بله. برای که واقعا داشتیم زندگی میکردیم، میدونین؟ تمام اون بازیایی که تو کوچه مثلا چه میدونم شلوغ بازیایی که میکرد، اصلا همه اینا واقعا زیبا بود. الان آدما به طرز مریضگونه ای توی انزوا رفتن، میدونی؟ بله. چی میگم؟ بله. یعنی همه با یه دونه دستگاهی که اصلا من نمیدونم آینده به کجا خواهد کشید. خیلی خوبه که یا درست استفاده بشه از این قصه، یا اینکه واقعا آدما آگاه بشن و آگاهانه با این مسئله برخورد بکنن، میدونین؟ یعنی آگاهانه ازش استفاده کنن، نمیدونم، تایم بذارن برای خودشون، محدودیت بذارن، به هر حال کنترل بکنن، کنترل بکنن. بله، درسته. راجع به اوضاع امروز هنر در جامعه، در حرفه خودمون نظرتون چیه؟ سینما، تئاتر؟ من تسلطی ندارم راجع به اون که صحبت بکنم، چون خیلی از فیلم‌های ایرانی رو ندیدم، واقعا ندیدم، یعنی اصولا کلا علاقه ای بهش ندارم واسه نگاه کردن و زیاد نمیتونم اظهار نظر به اصطلاح قابل قبولی بکنم. اما کلا نگاه من به هنر خیلی عوض شده، میدونین؟ تعریفم از هنر کلا عوض شد، برای اینکه فکر کردم که ببینیم، مثلا مثال میزنم
توی دنیای ادبیاتی ما آدمای بزرگی هستن، مثل حافظ، مثل مولانا، مثل سعدی. بعضی وقتا من با خودم فکر کردم که چطور شد که اینا این همه سال، مثلا هر کدوم 300 سال، 500 سال، 600 سال، 800 سال مولانا موندگار شدن، چطوره که هنوز ما دلمون میخواد اینا رو بخونیم؟ چطور دلمون میخواد یه نقبی بزنیم به دل اینا و بفهمیم که اینا چی میگن؟ چرا؟ برای اینکه از یه جایی صحبت کردن که منیتی توش نبود، میدونیم؟ حرف، حرف دل و حرف روح و جان انسان ها بود، به خاطر همین موند. برای اینکه روح انسان ها یک چیز پایدار ابدیه و اینا از اون ابدیت صحبت کردن. بله. هنر الان هنر مثلا یه چیز یک بار مصرفه، میدونی چی میگم؟ شما زیباترین فیلمی رو هم که توی تاریخ زندگیتون دیده باشین، پنج بار که میبینین دیگه نمیتونی ببینید دیگه. درسته، همه زیر و بماشو دیگه میشناسی نمیبینی، اما خداییش چند بار حافظو بخونی تا سیر بشی؟ درسته. چند بار مولانا رو بخونین تا سیر بشین؟ نمیشین. برای که این مثل یک چشمه اینقدر همه جانبه است که میجوشه، میاد بیرون و قرنهای قرن میتونه آدم ها رو سیراب بکنه. بله. برای اینکه به تشنگی روح ما جواب میده. قصه این که من امروز چی فکر میکنم، چی مده، کدومون هرپیشه بهتره، اینا نیست. قصه روح منو سیراب میکنه، میدونین؟ من اون هنر رو به رسمیت میشناسم و اینا رو معمولا بهش میگم سرگرمی، میدونین؟ بله. سرگرمی. بله. که یعنی حالا مثلا من حالا یه عصر جمعه یه وقت دارم، حالا به دوستم زنگ میزنم پشت بریم به فیلم ببینیم، میریم مثلا یه دو ساعتی رو تو سینما میگذرونیم، بعدش میریم یه چیزی میخوریم و میریم خونه هامون. در این حده، میدونین؟ چیزی هیچ قسمتی از وجود آفری، هیچ قسمتی از وجود منو راضی نمیکنه، جواب هیچ سوال منو نمیده، اما سرم رو گرم میکنه. چرا؟ شما میدونم خیلی بچه ها و کودکان رو دوست دارین. اگر توی ایران بخواین کاری برای کودکان بکنین چه میکنین؟ هیچ کاری از دستم بر نمیاد. چیکار میتونم بکنم؟ میدونین چون واقعا خیلی در این زمینه کمکاری میشه، حالا چه در موضوع هنر، چه در مسائل اجتماعی و مسائل اقتصادی و غیره. ولی فکر میکنین که مهمترین چیز، کاری که برای کودکان میشه کرد چیه؟ من اول بهتون میگم چه رویایی دارم. بله. چه خوابایی میبینم. من همیشه رویای اینو داشتم، نمیدونم، بعض وقتا هم با خدا صحبت میکنم، بهش میگم که خدایا قبل از مردن من این رویای منو عملی کن. دلم میخواد که واقعا جهان پر از گل بشه، هممون لای گلا گم بشیم. یعنی اینو دوست دارم، این آرزوی نهایی منه. حالا واسه بچه ها چی کار میشه کرد؟ خیلی کارا میشه کرد. ببینین اینا خیلی بیسیکه، خیلی اساسیه، یعنی آموزش و پرورش برای همه، برای همه. بله. که پدر مادرهای مسئول، پدر مادرهای باسواد، پدر مادرهایی که بتونن کتاب بخونن، بتونن آموزش ببینن قبل از ازدواج، وقتی بچه دار میشن بتونن با هم تعامل بکنن. اینو این کار آموزش پرورشه، میدونی؟ یه چیز بله. یه چیز سراسریه، این باید اتفاق بیفته، میدونین؟ احساس امنیت باید به خانواده ها داده بشه، یعنی باید بیمه ها فعال بشن و احساس امنیت مالی کاری به آدم ها داده بشه. بله. که بتونه که کارشو بذاره کنار، بره دوتا کتاب بخونه و سوادشو ببره بالا. خیلی از جنایت هایی که تو دنیا اتفاق میفته ثمره جهله، ثمره ندونستن هاست. بله. بله. ثمره میدونین اهمیت ندادن به این قصه است. اینا باید اتفاق بیفته. تو خانواده بچه که به دنیا میاد باید پدر مادر اینقدر هوشیاری داشته باشن و اینقدر احساس مسئولیت داشته باشن که هیچ وقت انکار نشه وجود بچه. وجود بچه باید عشق بگیره، با عشق بزرگ بشه. بله. و بعد اون موقع است که مثل یه دونه دونه‌ای که شما میکارین رشد میکنه و خودش رو نشون میده که چیه.
میدونین که اون هویت خودش رو و اون یگانگی خودش رو نشون میده فقط تو این شرایطه. وگرنه من از دست من حقیر بیچاره چه برمیاد؟ فقط من میتونم آرزو داشته باشم، میدونین، آرزوی این که واقعا یه روزی این چیزها اتفاق بیفته و نه تنها توی ایران، همه بچه‌هایی که به دنیا میان با همه پاکی و زیباییشون واقعا مثل گل، مثل یه دونه کاشته شده که بهش نرسیدن محو نشه، تو زمین از بین بره، میدونین، بشکفه و خودش رو بتونه نشون بده. انشالله که همچین روزی رو ببینیم. انشالله. تفاوتی میان کار کمدی و درام قائلین؟ یعنی خودتون میتونید بگید که مثلا کمدی رو بیشتر دوست دارین یا درام رو، یا تراژدی رو؟ من کمدی رو دوست دارم، واسه که مردم میخندونه خوشم میاد از کمدی، و اما ژانرهای دیگرم به تبع حالا نوشته‌ای که داره، آره میپسندم، لذت میبرم وقتی که واقعی یا درست باشه، خوبه، خوشم میاد. کسی در زندگیتون بوده که بتونید بگید مهمترین مشوق شما بوده در این؟ آقا اختیار دارین. آقا مشوق چی؟ سنگ نمینداختن مشوق چی میگن؟ تشویق پیشکششون. آره نه نه هیچ وقت نه. میدونم که خیلی اهل مطالعه این، حتما فیلم زیاد میبینین، حالا شاید تو اون بخش به هر حال فرمودید که سرگرمی ماجرا، و چند تا کلمه بگم، حستون رو کوتاه بگین. عشق؟ عشق خیلی کلمه قشنگیه، خیلی جام ازش سوء استفاده میشه و چیز خوبیه اگه واقعی باشه. آره خوبه. قدرت؟ کلمه‌ش هم حتی به نظرم میاد منو اذیت میکنه. قدرت چی هست؟ ما به عنوان آدم ها در قبال هستی، بله از اون منظر، آره از اون منظر اگه نگاه کنین، قدرت یه چیز خندداریه، یه چیز اصلا استفاده واژه‌اش یه چیز خندداریه. ما هیچ کدوم آدم، یعنی انسان ها قدرت ندارن، قدرت وقتی دارن که البته کسی اینو نمیپذیره، که وقتی که وجود خودشون رو محو بکنن اون موقع قدرتمند میشن. بله. قدرتمند خیلی کم داشتیم ما در طول تاریخ. بله. به زورشو داشتیم، به زور فراوون داشتیم، اما قدرتمند واقعی بسیار کم داشتیم. بله. چند تا کلمه میگم که یکیشو انتخاب کنید. عشق، احترام. احترام. شب یا روز؟ روز حتما. روز. رؤیا، واقعیت. واقعیت. کتاب، موسیقی. موسیقی. الان. الان. سرعت و سکوت. 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 دیدن و شنیدن. دیدن. دیدن. بسیار عالی. خب خستتون نمی کنم. خیلی به نظرم گفتگوی جذابی بود، میتونم ساعت‌ها بشینم و حرف بزنیم و ما لذت ببریم. نگاه شما به زندگی. من عذرخواهی می‌کنم برای اینکه شما بهشون گفتم پشت صحنه، واقعا سلطان تنازان ایرانن. واقعا. و لطف دارید. من متاسفم که من وجودن آدم ظاهرا جدی هستم و امکان بروز زیبایی های طنز شما رو بهتون ندادم. من عاشق این جور بحث های ریشه‌ای و عمیق و این مدلی که شما فرمودین اتفاقا هستم. خب خدا رو شکر. آره واقعا خدا رو شکر. و خیلی به نظرم جذاب بود. موضوعی هست که دوست داشتین اینجا بگین یا دوست دارین اینجا بگین، توی حرفای ما نبوده باشه، فکر میکنید لازمه گفتنش در هر زمینه؟ ازم پرسیدین، عالی، مرسی. مرسی که دعوت کردین منو به برنامه. ممنون که تشریف آوردین. ممنونم. مرسی از شما که صبوری کردین و حرفای من گوش دادین، و ببخشید اگر خستتون کردم. معذرت میخوام. من یه نکته عرض کنم، به هر حال این سختگیری شما در این حرفه خیلی خیلی قابل ستایشه.
نشان دهنده اینه که چقدر اهمیت قائلین برای حرفتون. ولی به هر حال ما دلمون تنگه. زنده امیدوارم باشه. که زودتر شما رو همه مردم، یعنی اینو از طرف همه میگم، انشالله در سینما، در سریال و در تلویزیون ببینیم. خیلی به نظرم گفتگوی جذابی بود. خیلی آموختیم هممون و خیلی خانم مهین ترابی در کار حرفه‌ای‌ان، خیلی مهربانن به شدت و دوست داشتنی. امیدوارم که همیشه همینطور درخشان باشین، سلامت باشین و بهترین ها رو براتون آرزو. زنده باشین. متشکرم. خیلی ممنونم. خیلی ممنون. متشکرم. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون.